آنچه در عرصه سیاسی مصر، تونس و یمن می‌گذرد و تأثیر تحولات در این کشورها بر روند اوضاع سیاسی در ایران، امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. تحولات سیاسی در مصر، تونس و آنچه در یمن می‌گذرد. با نگاهی به اوضاع جاری در لبنان و ایران، آیا آنچه در مصر و تونس می‌گذرد بر روند دموکراسی خواهی در ایران اثرگذار است؟ آیا آنگونه که رسانه‌های دولتی در ایران ادعا می‌کنند، تحولات در کشورهای یاد شده رو به برقراری حکومتی اسلامی در این کشورها دارد، یا به گفته منابع بیطرف تظاهرکنندگان در تونس، مصر و یمن خواستار برقراری دموکراسی در کشور خود به دور از دخالت دین در دولت هستند؟ رهبران مخالفان دولت در مصر چه کسانی هستند؟ اینها و پرسش‌های دیگر در همین زمینه‌ها را در میان می‌گذاریم با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در کتابخانه مرکزی پرزیدنت بوش و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب خوش اومدید آقای سازگارا. برف و بوران واشنگتن مانع نشد که شما به استودیو ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز. آقای نوری‌زاده سلام به شما، که قبل از طوفان یا برفی که سنگین خودتون رو به لندن رسوندین و دامه ما رو گرفت برف و طوفان. البته با برف بفرمایید. سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم و درود بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. واقعا لطف شما نبود، بنده یک ساعت دیرتر به فرودگاه رسیده بودم، سرنوشت آقای منفردزاده اسفندیار نصیبم میشد، 30 ساعت بعد میرسیدم. من اومدم یه چیزی بگم، خوردم، گفتم آقای سازگارا ممکنه حسادت بکنه، این که فقط کروات نبود، پالتو بسیار زیبایی هم آقای نوری‌زاده برای ما آورده بود که ما رو حفظ کرد در برابر این توفان پالتو کشمیر. خب آقای نوری‌زاده عزیز، ما شروع کنیم از مصر. قرار آقای مبارک احتمالاً شروع کرده سخنرانی و همینطور عرض کنم خدمتون خانم کلینتون هم قرار بود پیش از اینکه من به استودیو بیام صحبت کنم. چه میگذره در مصر؟ تصویر واقع گرایانه دور از اغراق‌هایی که هست از هر سو، از شما میشنم. ببینید، اولا جناب چالنگی، بعضی ها دیدم از مفسران، به خصوص اینایی که با دو تا مقاله یا دو تا خبر مفسر میشن، خیلی سریع اوضاع مصر رو تشبیه میکنن به آنچه در تونس گذشت یا مثلا آنچه در ایران در سال 57 شد. مصر وضعی کاملا متفاوت داره، تمام مشکلات یک کشور جهان سومی رو داره، ولی در عین حال به خاطر مصری که از زمان محمد علی 100 سال قبل افتاده روی مسیر تجدد و تحول، گویند که در 20 سال اخیر حداقل اسلامی ها آمدن و رنگ اسلام رو پاشیدن توی خیابون مصر، ولی یک جامعه زیربنایی داره، یا زیربنای سیاسی مصر خیلی قویه. احزاب متعدد وجود دارن، نقابات یا کانونهای متعدد، کانون وکلا، یعنی یه مقدار از این نظر شباهت به تونس داره، کانون وکلا، کانون زنان، کانون نویسندگان، که تماماً هم دست مخالفان دولت هست. بعد از 20 سال پیش به بعد مصر دارای مطبوعات آزاد شده، مطبوعات بسیار آزاده در مصر. شما امروز از شروق رو میدیدید سرمقالش به بدترین وجهی مبارک رو کوبیده بود، یا تلویزیون های خصوصی وجود داره که در اون بحث صحبت بشه. البته در مصر فقر بسیار زیاده، تحریک اسلامی ها هست،
میرن و مردم رو با کیسه برنج، با اون کارهایی که حماس در غزه کرد، مردم رو تحریک میکنن، کتابای درسی دانشگاهی گرون رو کپی میکنن، میان به قیمت ارزان میدن به دانشجوها. اینا ایناست که نگران میکنه جامعه مدنی مصر رو، نگران میکنه روشنفکران و احزاب چپ، ناصری ها، احزاب حزبی مثل وفد با سابقه 70-80 ساله، اینا نگران میشن. و این است که شما مثلا میگم در تظاهرات امروز، حالا غیر از رهبرانی که دولت گرفته بود، شما حضوری از احزاب نمیدیدید. امروز میدون دست جوانها بود، به همین دلیل هم موفق نشد، چون شعارها داده میشد از یه گوشه به یه گوشه پراکنده، هدف رسیدن به میدان التحریر برای ایجاد تجمعی نظیر آنچه ما در میدان آزادی میدیدیم، این انجام نشد. دولت با قدرت و اقتدار عمل کرد، ولی آقای نوری‌زاده با قدرت و اقتدار عمل کرد در جاهایی مثل سوئز، در جاهایی مثل پورسعید، برای ساعاتی خیلی جاها افتاد دست مردم، حتی پورسعید. خب الان عرض میکنم، بذارید بگم. ببینید در مصر دو جا اهمیت داره، یکی قاهره، یکی اسکندریه. در شهرهای کوچکتر مثل سوئز که دیروزم تظاهرات وسیع بود، مثلا مرکز حزب رو گرفتن، یا در دمیات مرکز حزب یا یک کلانتری رو گرفتن، اما چون همونطور که گفتم جوانهایی هستن که هیچ نوع هدایتی نمیشن، برنامه جلوشون نیست، میرن تخریب میکنن، میان بیرون، پلیس میاد یه دقیقه دیگه میگیره. ولی اگر تظاهراتی که در مصر هست، اگر برنامه ریزی بشه، احزاب بیان وسط، کانونهای حرفه‌ای بیان وسط، با توجه به زیربنایی که مصر داره، علارغم 50 سال یا 60 سال حکومت نظامیان، مصر آمادگی بازگشت به دموکراسی رو داره. و اگر مبارک در این مرحله پایانی عمر سیاسی و عمرش اگر هوشمندانه عمل بکنه، تا امروز یه معاون برای خودش نذاشته برای اینکه احتمالاً زمینه رو برای پسرش بگذاره، در حالی که میدونه در مصر نظام جمهوری موروثی به درد میخوره. حالا میرسم به آخرین جمله. اجازه بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید، چون بحث بسیار طولانی است، ما سوالای بسیاری داریم از شما و مای سازگار. نه آخرین جمله رو فقط میگم، آخرین جمله. مبارک اگر هوشمند باشه، به اعتقاد من ارتش مصر ارتش ملی است، مبارک میاد یا واگذار میکنه میدان رو به ارتش، به عمر سلیمان، به یکی از نظامیان تنتاوی یا دیگری، یا اعلام میکنه در انتخابات آینده شرکت نمیکنه، فرزندش هم شرکت نخواهد کرد، بیایید ملت دست به دست هم بدیم دوره انتقال رو با هم طی کنیم. اگر مبارک جزی نکنه و این تظاهرات خیابانی به دست همین بچه ها ادامه پیدا کنه، متاسفانه در نهایت بازنده بزرگ مصر خواهد بود، به خصوص اگر اسلامی ها بیان و کنترل خیابون رو در دست بگیرن. آقای سازگار، همین توصیه‌ای که آقای نوری‌زاده مطرح میکنن، در واقع واشنگتن هم یه همچین توصیه‌ای داره، خواسته که مبارک از این فرصت استفاده کنه برای اصلاحات عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. شما چه میبینی از دور مصر؟ من یه خوردم دستم یه کمی تو آتیشه، نه که درگیر مسائل مصر بشم، ولی بعضی این بچه های جنبش 6 آوریل رو میشناسم، بچه هایی که درست مثل بچه های جنبش سبز ایران از سال 2008 که اون دعوت 6 آوریل رو کردن و شاید 30% مردم مصر در پشتیبانی از کارگرهای نساجی دعوت به اعتصاب کردن از تو اینترنت و 20 میلیون کاربر اینترنت از 80 میلیون جمعیت مصری داریم. نشستن خونه شون. شما دارین به آقای نوری‌زاده پوز میدین، چون آقای نوری‌زاده خیلی یار میشناسه. آره. نه نه، اینی که گفتین از دور به ذهن اومد، برای اینکه بچهای جوون اونجا دقیقاً سازمانده این کار است. من دو سه تا نکته رو سریع خدمتتون عرض کنم. نکته اول که امروز آقای احمد خاتمی هم در نماز جمعه تهران گفتن، حکومت ایران از ترسش فرار به جلو داره میکنه، شروع کرده متحد یک پارچه از آقای خامنه ای، امام جمعه ها، تلویزیون، رادیو، صبح تا شب که یمن و مصر و تونس و اردن و اینا قرار انقلاب اسلامی بشه. مطلقاً همچین چیزی نیست. مطلق در واقع حتی اسلامی های این کشورها
مثل راشد الغنوشی تو تونس یا مثل حتی اخوان المسلمین در مصر به دلیل بدنامی جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنبش سبز تو همین حوادث که شروع شده همشون دائما تکرار میکنن به اینکه ما خمینی‌گرا نیستیم، ما شیعه نیستیم، قرار نیست مثل ایران بشه، اصلا دنبال انقلاب اسلامی هم نیستیم، برای اینکه نامحبوبی مدلی مثل مدل ایران رو میشناسیم. اینو محکم باید گفت برای اینکه حکومت ایران شروع کرده بشه. نکته دوم این است که آقای چالنگی در مصر مردم به طور خلاصه میگن دیکتاتوری، فقر، بیکاری، فساد. این در تونس هم همینو میگن، این اتفاقا در یمن هم هست، در اردن هم هست، از قضا این همون چیزیست که در ایران هم هست. یعنی مردم ما هم اگر صداشون نمیاد میگن آقا استبداد دیکتاتوری منطقه به شکل اسلامگرایش، استبداد دینی نباشه، انتخابات آزاد میخوایم، فقر نباشه، بیکاری نباشه، فساد گسترده اداری مالی که در حکومت هست. این نکته دوم. نکته سوم آقای چالنگی، یک دوگانه‌ای در اون منطقه ساختن دیکتاتورها، از جمله آقای مبارکم. من واشنگتن بودم وقتی نخست وزیر ایشون اومد، تو همین واشنگتن اینستیتوت که من بودم صحبت کرد، زمان آقای بوش بود که فشار گذاشته بود دولت بوش که باید خاورمیانه جدید، همه جا خانم رایس افتاده بود جلو که بعد انتخابات آزاد بشه. اینا اومدن اینو به غرب فروختن که یه دوگانه ما داریم در منطقه، یا دیکتاتورای نظامی رو بپذیریم یا اسلامگراها میان سر کار، یا یه حکومت نظامی دیکتاتوری میمونه یا اگه بره یه جمهوری اسلامی میشه. البته نمیگن که دیکتاتوری نظامی، میگن که یا روند اصلاحاتی که ما دنبالش هستیم. میفهمم. بله. به هر حال همه در ادبیات سیاسی دنیا اینا رو دیکتاتورای نظامی میدونن. بن علی مبارک 30 سال نشسته سر جاش و انتخابات هم وضعیت اضطراری اعلام کرده، مثل ایران که همش میگن شرایط حساس کنونی. این آقای مبارک از وقت اومد سر کار شرایط حساس کنونی گذاشته در مصر، تکونم نمیخوره. جنبش سبز ایران اینو اتفاقا من یکی دو تا تفسیر دیدم، راه سومی رو در منطقه باز کرد، به دنیا نشون داد که آقا اصلا این نه اینکه روبروی حکومت اسلامی وایستاد جنبش سبز ایران، نشون داد که در منطقه اینطور نیست که یا مخیر باشی بین یه دیکتاتور نظامی یا اسلامگراها بیان سر کار. نیروهای جوان دموکرات سکولار آزاداندیش در کشورهای اسلامی زیادن، نو یک موج جدیدی از به اصطلاح اسلامی اومده که میشه گفت اسلام حد اقلینه. این نکته سوم که نسبت به اخوان مسلمین چه اندازه هستن نیروهایی که شما اشاره میکنید در مصر؟ به نظر من حداقل الان ببینید روز سه‌شنبه اول فوریه بچهای 6 آوریل دعوت کردن که بیاید تو خیابون، امروز هم که گذاشتن جمعه خشم اسمش رو، همین جوانای 6 آوریل دعوت کردن. خوبیش همین است که در مصر نماز جمعه یه جانیست، تو هر مسجدی برگزار میشه، پخش شدن در صد کشور. ولی در میدون عبدالمنعم ریاض و همینطور میدون تحریر با اومدن نیروهای ارتشی سر شب شعار الله اکبر داده. یه ممکنه اتفاقا به نظر من استفاده بچه های 6 آوریل از نماز جمعه هم بسیار هوشمندانه است. بچه های جنبش سبز ایران هم کاری کردن. شما وقتی که یک امکانی هست که به طور طبیعی مردم جمع میشن، یا مگه در جنبش سبز ایران مردم سر پشت اون الله اکبر میگن؟ مسلمونی مردم که سر جاشه. از اسلامگرایی و مدلی مثل مدل انقلاب اسلامی ایران پشت میکنه. و اینو مسلمونی که خب مردم در کشورهای اسلامی مسلمان، در کشورهای مسیحی هم مسیحیان، و کمان که در تمام جنبش‌های کمونیستی ضد کمونیستا در اروپای شرقی از کلیسا به خوبی استفاده شد. آنچنان که بنابراین مذهب که مردم دارن چیز بدی که نیست ازش استفاده بکنن. ولی ببینید من نکتم این است که این دوگانه در واقع در تونس، نکته آخری که میخوام عرض کنم، در مصر ارتش مصر الان بر سر یک دوراهی قرار گرفته. ارتش مصر به هر حال ارتش ملی و محبوبیه، قهرمان جنگ با اسرائیل. آیا باید این مثل سپاه که یه عده‌شون حداقل قهرمان جنگ بودن با عراق به این خفت تن میده که پشت دیکتاتور وایسته و مردم رو بکشه؟ سپاه متأسفانه این کار رو کرد. ارتش تونس رو میره که به دیکتاتور پشت کرد و به مردم میپیونده، حاضر نیست به فرمان دیکتاتور به جنگه، یا عرض شود که وای میسه به آقای مبارک فشار میاره که آقای مبارک باید تن بدی به اصلاحات، تن بدی به مسیری که ملت مصر. خب این چیزیست که باید منتظر بمونیم. همونطور که دیدید در اسکندریه، قاهره و سوئز حکومت نظامی اعلام شد در سال 1985. در مصر یک شورش نظامیان بود
که به خیابون‌ها ریختن، حدود 27 هزار مسلح در قاهره به خیابون‌ها ریخت، اما ارتش مهار کرد بدون اینکه خونریزی انجام بشه و تمام اون افرادی که بازداشت شدن در اون روزها بلافاصله مورد عفو قرار گرفتن. من آقای چالنگی بله نظر شما رو میپرسیم و اختلافاتتون با نظر آقای سازگارا اگر احتمالاً هست. نه، من دو نکته رو میخوام بگم. اولا مگه اسلامی های ایران در زمان انقلاب چهره غیر از یک چهره ملی نشون دادن؟ اون جریان به اصطلاح ملی مذهبی ما همشون چهره های ملی بودن، خیلی هاشون، ولی رفتن زیر عبای آقای خمینی. بنابراین این مشکل مصر هم هست. اخوان المسلمین امروز کراوات میزنن میان و خب خیلی هم خودشونو مدرن میدونن، ولی رفقاشون در غزه، حماس در غزستانی که درست کردن، همین امروز صبح 3 کتاب نویسنده عرب رو ممنوع فروش کردن و دیدیم در ماه رمضان رستوران ها رو بستن، یک گندی اونجا بالا آوردن که نشون میده اخوان المسلمین بهتر از بقیه اون سلفی ها نیستن، همشون یکی هن. برای اینکه حکم قرآن رو میخوان اجرا کنن، اولین چیزش هم سر زنا خالی میشه و در مصر زنان بسیار زنان پیشرو و آزاده ای هستن. بانوان در قدرت سهیمن، بسیاری از وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا زن هستن. بنابراین اسلامی ها به طور کلی میخوام بگم اگر مجال پیدا کنن و سوء استفاده کنن از این یوم الغضب یا غضبی که مردم دارن، متاسفانه به ضرر مساله ملی مصر. اما 3 ممیزه داره این جنبش که میخوام بهش اشاره کنم. بفهم. اولین ممیزش این است که از شعارهای ضد غربی خالی است. یک دونه شعار علیه آمریکا، فرانسه، انگلیس و خارجی داده نشده، یعنی همونطور که در تونس هم بود. دومین ممیزش فارغ بودن و خالی بودنش از شعارهای قومی است. نه سخنی از وحدت هست، نه سخنی از فلسطین، نه مرگ بر اسرائیل، اصلا صحبتی ازش نیست. حتی شعارهای چپی، پرولتاریای جهان متحد شویم، اینایی که در حتی در شورش 85، در دوران سادات 80-79 از این چیزایی که میدیدیم خبری نیست. شعار اسلامی وجود نداره، هیچ کدام از اینا نیست. چی هست؟ شعارهای خیلی مشخص در چارچوب زندگی مردم: ما نان میخواهیم، کار میخواهیم، این حکومت فاسد رو نمیخواهیم، و در بعضی جاها آقای مبارک بسه. ولی مسیر تظاهرات رو همونطور که اشاره کردم بهتون، رسانه ها، خود دولت، احزاب اپوزیسیون، اگر هوشمندانه از این فضا استفاده کنن، واقعا مصر خوشبخت خواهد شد، برای که همه امکاناتش رو داره، افراد برجسته‌ای داره. البته نه آقای البرادعی که فرصت طلبانه پرید وسط، فکر کرد که اسپیرو، فکر کرد اکینوی زنده خواهد بود، البته اون رو نمی‌کشن ولی زنده میمونه و ریاست جمهوری نصیبش میشه. نه، در مصر از او آدم‌های برجسته‌تری هستند که عمرشون رو در مصر گذروندن. مردم مصر از کسانی که خارجی‌ها طرفدارشون خوششون نمیاد. همین آقای ایمن نور دلیل این که نتونست پایگاه درست بکنه به خاطر حمایت آمریکا ازش بود. بنابراین مصری‌ها دارن رهبران ملی، شخصیت‌های برجسته، حقوقدانان بزرگ که اینا قادرن الان یه دولت تکنوکرات تشکیل بدن، مثل تونس. من واقعا حظ کردم از این آقای محمد قنوشی. 4 تا از وزرای دولت بن علی توی کابینش بود، گفته بودن اینا باید برن. نه تنها اونا رفتن، بلکه 5 تای دیگه که در دوران دیگری وزیر بن علی بودن اونا رو هم کنار گذاشت، یک کابینه تکنوکرات بود. الحمدلله امروز اتحاد شغل و اتحادیه کارگران پذیرفت و تونس داره میره به سوی آرامش. مصرم من پیشبینی میکنم چنین وضعی رو داشته باشه. یمن وضع مشکل تری داره که اگه فرصت بود بهش میرسه. خب آقای سازگار، ببینید شما ایران رو با مصر که مقایسه کنید، ایران یک حکومت 30 چند ساله اسلامی رو پشت سر گذاشته، مصر هنوز درش هستن کسانی که امید دارن این شعار اخوان المسلمین درست باشه، اسلام هو الحل، اسلام راه حل تمام مشکلات. البته در انتخابات اخیر گذاشتن که مصر هو الحل، یعنی مصر، خود مصر
چیز هست. از این نظر، از این زاویه که نگاه کنید، چقدر شانس سازمان هایی مثل اخوان المسلمین رو کم میبینید در یک انتخابات کاملا آزاد در مصر؟ والا اگر حرف جوانای مصری ملاک باشه، برای من تو مصر نیستم، اون به اصطلاح تسلطی که ماها به مسائل ایران داریم طبیعتا از زیر و بم مصر نداریم، ولی اگر حرف این جوانای شیشه آوریلی در واقع جنبش شیشه آوریل درست باشه، جنبش سبزشون به اصطلاح درست باشه، معتقدم که در بهترین حالت اخوان المسلمین اگر به همین وضع فعلی چیز کنه 20% بیشتر رأی نخواهد آورد، اما قضاوتش دشواره. من با دکتر نوریزاده کاملا موافقم، اسلامگراها نشون دادن که ممکنه حرف دموکراسی بزنن، اما اگر دستشون به قدرت برسه مثل فاشیستا، یک انتخابات یه دفعه برای همیشه. در ایران اسلامگراها وقتی به قدرت رسیدن با مکانیزم شورای نگهبان و روشی که گذاشتن، در رو به بقیه نیروها بستن، یعنی نشون دادن یه انتخابات یه دفعه برای همیشه دیگه این در رو بستن. این خطر هست. در ترکیه هم اگر زورشون نمیرسه، هم حزب موجود در واقع خیلی این اعتقادات رو نداری یا دارم نمیگه، هم اینکه ساختار در ترکیه به گونه‌ای است که بهش اجازه نداده هنوز این کار رو بکنه و نمیتونم. اما ببینید، این خطر مسلمونای افراطی به هر حال در منطقه است. اما باز من تاکید میکنم این دوگانه‌ای که دیکتاتورهای نظامی میخوان درست کنن، یا ما هستیم یا مدل جمهوری اسلامی، اسلامگراهایی که یه انتخابات یه دفعه برای همیشه فاجعه خلق میکنن میان سر کار، جوونا معتقدن تو اون منطقه ها میشکنن و خواهان دموکراسی هست. من دو سه تا نکته دیگر هم عرض کنم، چون بچه ها توی ایران اینو من دیدم مینویسن، میگن این فقری که در مصر هستش اینا، ما چون اینجا نفت داریم، ملت ایران گروگان نفته آزادیش، حکومت با نفت مشکل حل میکنه. من اینو باید بگم، ندانم کاری های دولت آقای احمدی نژاد، فساد گسترده در دستگاه حکومتیش به گونه ایست که فقر فراگیری در ایران داره میرسه، که اتفاقا این ماجرا هم حل میشه. بنابراین اگر در مصر طبقات فرودست در تونس به خصوص دیده شد به جنبش پیوستن، در ایران هم این امکان در چند ماه آینده مهیا میشه. من نکته دیگه که میخواستم بگم، این پسرش آقای مبارک میخواد بذاره سر کار. در ایران مردم من تو خیابون گفتن مجتبا بمیری رهبری رو نبینی. به نوعی مشابهتش بچه های مصر هم دارن، میگن آقای مبارک 82 سالته، حالا استعفا بده برو، یا انتخابات بعدی بگو شرکت نمیکنم، یا راهو باز کن دیگران بیا، اما پسرت نمیشه جای خودت بذاری. منصفانه از جمال مبارک رو با پسر آقای خامنه‌ای مقایسه بکنید؟ اگر قرار باشه موروثی بیاد سر کار، از این زاویه غلط میکنه، بخواد بدون رأی مردم بیاد سر کار. اما زوایای دیگه‌اش مطمئنا اختلاف داره، چون اصلا آقا مجتبی خامنه‌ای که دل قیافش هم ندیده چه جوریه، ولی اینی که دستگاه امنیتی دست این پسر آقای خامنه‌ای مردم رو بکشه، از اون پشت عرض شود که حسین طائب بذاره سر ببره، اگر قرار باشه تو اون منطقه، آنچنان که بشار اسد جای حافظ اسد تو منطقه اومد سر کار، اگر قرار باشه از این بازی ها در بیاره، به درستی بچه های مصری وایستادن میگن آقای مبارک پسرت، میگن کافیه، به اصطلاحی بخوایم فارسیشو بذاریم میگن کافیه و بعد بری دنبال کارت. یه نکته تاکتیکی رو عرض کنم، دقیقا مسیری که مصری، حکومت مصر داره میره، امروز همین من تورا که اومدم خبرنگار بی بی سی داشت توی رادیو بی بی سی ورلد گفتش که تمام سیستم اینترنت و تلفن دستی و همه رو قطع کرد، فقط مقایسه میکرد با 18 ماه پیش ایران و میگفتش که حکومت ایران هم قطع کرد، ولی اینجا میگفت اصلا پیروز و کلن کشیدن ایران، ناحیه‌ای قطع میکردن و سرعت اینترنت میآوردن پایین، بالکل اینترنت رو امروز در مصر قطع کردن و تلفن دستی هم قطع کردن. بعضی خبرنگارا هم منتظرن بیرونش میکنن اوضاع فعلی رو با ایران. الان به طور طبیعی چالنگی هر کدوم از خبرگزاری ها صحبت میکنن، برای اینکه جنبش آزادی خواهی در کشورها منهای اختلافش و این مشابهت هایی که جوونا از تکنولوژی استفاده میکنن به طور طبیعی به ذهن میاره و مقایسه میکنه. خب من یه مطلبی نوشتم روی وبسایت صدای آمریکا هست، مختصری اطلاعاتی هست درباره مصر، میتونید مراجعه کنید روی وبسایت صدای آمریکا در بخش خاورمیانه، این مطلب رو ببینید. خسرو عزیز فکر کنم آدرسش رو برای شما بذاره، برای روی وبسایت مصر در مسیر تحولات سیاسی.
خانم کلینتون هم صحبت‌های خودش رو جلسه مطبوعاتیش رو در ارتباط با مصر آغاز کرده و اما مصر واقعا منصفانه است که اون چرا که در مصر هست، رهبری مصر رو دیکتاتوری که در مصر هست و گفته میشه با دیکتاتوری ایران مقایسه کرده آقای نوری‌زاده، از این جهت که ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشیم. یک این هست. بفهم یادتونه یه ماه نیم پیش، دو ماه پیش مصر بودم، یه دوره کار داشتم اونجا در دانشگاه و حدود دو هفته در مصر بودم. سال گذشته دو سه بار به مصر رفتم، یک بار در خدمت خودتون بودیم. من اصلا در مصر احساس نکردم که در یه جامعه دیکتاتوری هستم. یعنی درسته نظام مستبد دیکتاتوری، ولی انقدر این مطبوعات آدم رو آسوده میکنه وقتی صبح باز میکنه و این مقالات رو میخونه. بعد حضور روشنفکران مصری، حضور دانشگاهیان مصری، دانشجویان مصری و حقوقدانان برجسته مصری، دستگاه قضایی مصر یکی از پاکترین دستگاه های جهانه. اون چجوری میتونه با دستگاه قضایی سید علی آقا مقایسش کرد؟ همینجا اجازه بدید من یه سپاس و قدردانی بکنم از یه قاضی باشرف. من هفته گذشته وقتی صحبت کردم اینجا راجع به وامی که یه آقایی طبق اسناد قضا سفری نامی گرفته به 240 میلیون دلار، یه قاضی با شرف تمام پرونده ایشون رو برای من فرستاده و من امیدوارم یه فرصتی پیدا کنم فقط یک پرونده فساد رو براتون بخونم تا ببینید چه خبره. در مصر اگه یادتون باشه یک حمله شروع شد علیه قطعت سمان یا گربه چاقا و را افتادن تمام این دزدا و غیره رو آوردن. البته فسادم خیلی زیاده توی دستگاه های دولتی هم هست، اما دستگاه قضای مصر خیلی پاکه، مثل دستگاه قضای ما قبل از انقلابه، بسیار پاکه، قضات شریف توشن، نه مثل قاضی مرتضوی و قاضی حداد، آدم های با شرفی هستن. اینا نقش مهمی دارن. من به آینده مصر خیلی خوشبینم و میدونم مصر از این بحران به سلامت بیرون میره و ما شاهد تبلور یک نظام معتدل میانه رو و با نگاه سکولار ولی با حرمت نهادن به دین که در جامعه مصر بسیار جایگاه والایی داره در مصر روی کار خواهد آمد. البته میگم امیدوارم آقای مبارک خطا نکنه و امروز اعلام بکنه که در انتخابات بعدی نخواهد بود. پس بنابراین میشه از حرف آقای نوری‌زاده این نتیجه رو گرفت که دیکتاتوری خوب چیز بدیست، اما تفاوتهای اساسی دارن، کمون که الان در شعارهای خیابونهای مصر کسی به کشته شدن افراد در زندان به شکلی که در ایران هست اعتراض نکردن. اون به اون شکل ولی سازمان امنیت خشنی داره مصرم. بله بیشتر آقای چالنگی اگه بخوایم مقایسه بکنیم، البته دو سه تا پیچ خشنتره. آقای مبارک میشه با شاه مقایسه کرد در ایران. شاه هم به هر حال دیکتاتوری نظامی بود، با کودتای نظامی سر کار اومده بود و حکومتی بود که زندگی در سایش راحت تر از دست سایه جمهوری اسلامی بود و این فساد و این مشکلات رو نداشت. ایدئولوژیک هم نبود، به خصوصی زندگی مردم هم شاهکاری نداشت، رو به دنیای مدرن هم بود برخلاف این حکومت که پشت به دنیای مدرنه. ولی باز من تکرار میکنم در ایران اتفاق بدی که افتاد این بود که از دست دیکتاتوری نظامی گرفتن مردم، دست اسلامگراها افتاد. اون چه که در منطقه نیازه این است که این دوگانه بشکنه. راه سوم در منطقه باز شده، انصافا مردم ایران پیشتازن این است که راه این است که می شود به سمت دموکراسی رفت، حاکمیت مردم و حکومت‌های مدرنی که نه به دین مردم کاری داشته باشن نه به ایمونشون و برآمده از مردم باشه. خب در این وسط های نوری‌زاده در کمتر از یه دقیقه میشه گفت لبنان داره به کجا میره؟ من بسیار آقای چالنگی نگران لبنانم. برخلاف مصر که عرض کردم، در لبنان جمهوری اسلامی دست در دست سوریه با توطئه‌ای که به دست حزب الله و افراد
کم شخصیتی مثل میشل اون یا آقای جنبلات که از ترس کشته شدن تیمور فرزندش به دست سوری‌ها ناگهان ملق زد و 180 درجه چرخید. لبنان مسیر بدی داره. 14 مارس گروهی که آقای حریری رهبرشه در دولت شرکت نخواهد کرد. آقای میقاتی هم یه دولت تکنوکرات میاره تابع حزب الله. سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر سازگارا در استودیو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال، سند و سبلان و الوند و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد. میام گرم بشم.